چرا در ایران زبان‌های مادری غیر فارسی قرب چندانی ندارند؟ چرا از کودک خواسته می‌شود زبان مادری خود را اگر فارسی نیست در مدرسه فراموش کند؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. بسیاری از ایرانی‌های مقیم غرب که زبان مادری خود فارسی را پاس می‌دارند، معترض دولت‌های میزبان هستند، چرا که معتقدند این دولت‌ها از اروپا تا آمریکا امکانات کافی برای آموزش زبان مادری را برای فرزندان ایرانی‌ها فراهم نمی‌آورند. طرفه آن که بخش اعظم آنها خبر ندارند یا نمیپذیرند که چنین حقی از چندین میلیون خانواده و کودک ایرانی در داخل کشور گرفته می شود. اگر زبان مادری را در مدرسه باید آموخت یا اگر آموزش باید به زبان مادری آغاز شود، چرا در ایران نسبت به آن در بهترین حالت کم لطفی و در بدترین حالت خصومت می شود؟ نه فقط توسط نظام حاکم بر ایران، بلکه از جانب بسیاری از روشنفکران و نخبگان. کم نیستند کودکانی که با شروع سال تحصیلی خود را در دنیایی غریب و هراس آور می‌بینند. بخشی به این دلیل که معلم و مدرسه و گاه حتی همکلاسی‌ها و خانواده آنان را به دنیایی نافهمیدنی پرتاب کردند. شاید به همین دلیل است که در مناطق غیر فارس زبان بیشترین میزان ترک تحصیل گزارش می‌شود. ولی اگر این کودکان فارسی را نیاموزند یا به زبان فارسی آموزش نبینند، در مملکتی که فارسی زبان پیوندها و پیشرفتها و امکانات است، چه جایی خواهند داشت؟ آیا بهتر نیست در زمانی که ذهن چابک و شادابی دارند با آنان چون فارس زبان رفتار شود تا در آینده از امتیاز آن بهره‌مند شوند؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان می‌گذاریم. محمد امینی، پژوهشگر و نویسنده در زمینه تاریخ ایران و فرهنگ ایران باستان، پولت سامبلیان، زبانشناس در پاریس، و حسن قاضی، فعال فرهنگی در تلویزیون سترک در بلژیک. بسیار خوش آمدید. آقای امینی، شما معتقد هستید که آموزش به زبانی غیر از فارسی در مدارس ایران باعث تضعیف پیوندهای ملی میشه. چرا؟ البته آموزش زبان مادری جزء حقوق پذیرفته شده جهانی است. این رو اصلا من باور دارم که باید حتما در آموزشگاه‌ها در ایران زبان مادری هم در کنار زبان فارسی آموزش داده بشه و کودکان بتوانند خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو یاد بگیرن. اما آموزش به زبان مادری موضوع بسیار گسترده تری است. اجازه بدید برای اینکه این موضوع رو خوب روشن کنم، اشاره کنم که ایران یک کشور بسیار استثنایی است. یعنی از این منظر که از درازای تاریخ، از سرتاسر سرزمین‌های پیرامون فلات ایران، از آسیای میانه تا صحرای نجد، ده‌ها گروه و تیره و تبار گوناگون به این سرزمین کوچیدند و بخشی از این سرزمین شدند، بخشی از بافت این سرزمین شدند. بسیاری هم در این سرزمین از دیرباز، از کردان ایران، از لورهای ایران، از دیگر تیر و تبارهایی که در سرتاسر ایران پراکنده هستند، اسکان داشتند و از باشندگان آغازین این سرزمین بودند. کشوری که ما امروز داریم یک فرش هزار رنگی است با یک پود واحد ملی فرهنگی، ولی ده ها تیره و تبار در اون وجود داره. نخست اینکه زبان های مادری در ایران به این چند زبان سرشناس پذیرفته شده از سوی همگان مانند عربی، کردی، ترکی و یکی دو تا زبان دیگه به اینها بسنده نمیشه، خلاصه نمیشه. ما شاید نزدیک به 700 گویش و بونگویش در ایران داریم. بله. برخی از اونها مانند سنگسری شاید بیش از 10,000 نفر. البته گویش با زبان متفاوته دیگه. گویش بسیار زیاد هست. گویش زیاد است. ولی بونگویش و زبان هم دست کم ما در ایران می توانیم در شاخه های زبانی دست کم 200 بونگویش یا زبان رو از هم تشخیص بدیم. حتی در مناطقی مانند مثلا پیرامون سمنان،
شاید سه یا چهار زبان کاملا متفاوت با ساختارهای زبانی کاملا دیگرگون از زبان فارسی، مانند اشاره کردم سنگسری که صیغه مذکر مؤنث داره و اصلا با زبان فارسی از یک ریشه نیست، بیشتر با زبان شاید پهلوی و حتی شاید زبان پیش از پهلوی پیوند داره. این در سر تا سر ایران درسته، در سرزمین هایی که حتی بحث های رایج امروز تحت عنوان ملیتی و قومی و تیر و تباری وجود نداره، مانند بندر عباس، هرمزگان، فارس، حتی در اونجاها هم زبان مادری بیشتر مردم ایران زبان فارسی ادبی و تهرانی نیست و چه بسا حتی یک کودک مازندرانی هم وقتی به مدرسه میره زبانی که در خانه صحبت میکرده با زبانی که زبان آموزشی و زبان ادبی فارسی است که همه ما باش آشنا هستیم با اون بیگانه است. ولی به هر روی برای داشتن یک کشور شما به یک زبان مشترک، یک زبان دیوانی، یک زبان اداری، یک زبان پذیرفته شده غیر اجباری نیازمندید. بله. و زبان فارسی هم در درازای تاریخ بدون اجبار به زبان مشترک دیوانی و ادبی ایران تبدیل شد. ولی در کنار اون باید زبان فارسی، زبان‌های مادری هم آموزش داده بشه. وقتی میگید در کنار اون آموزش داده بشه، منظورتون به این ترتیب این است که بین آموزش به یک زبان و آموزش اون زبان در مدرسه تفاوت هست. شما معتقدید زبان‌های مادری غیر فارسی باید در مدرسه آموزش داده بشن. بله. ولی آموزش به اونها رو ببینید باعث به چه معنیست. شما باید در دبستان‌ها مانند همون درخواستی رو که در مثلا بریتانیا ایرانی ها از دولت اینجا دارن که زبان فارسی به اونها به کودکانشون یاد داده بشه کاملا درسته، ولی اینکه تصور کنید که یک دانشکده پزشکی به زبان های مادری در ایران وجود داشته باشه و پزشکان به زبان مادری برند در ایران درس بخوانند، این واقع بینانه در هیچ کجای جهان نیست، در ایران هم نیست. طبیعی است که مثلا کرسی زبان ارمنی میتونه در تو در اصفهان هم وجود داشته باشه، ولی اینکه گویا میشه رفت در ایران و به زبانهای گوناگون تخصص پیدا کرد و این کشور رو به عنوان کشوری که مردم بناس با هم به هر حال برای کار و فعالیت و توسعه با یه زبانی با هم گفتگو کنند هنوز حفظ کرد، بعید به نظر میرسه. شدنی هم نیست، در هیچ کجای جهان هم ما نشانی و نمونه ای از این کار نداریم به طور کلی. خانم ساموئلیان، نگاه یک زبانشناس به این مسئله چیه؟ مسئله زبانهای مادری غیر رسمی. من فکر میکنم یک دید رو نمیشه یا یک تصمیم رو نمیشه به همه زبانهای ایرانی اعمال کرد. وضع این زبانها یکی نیست، تعداد کسان متکلمانشون یکی نیست، تمرکزشون یکی نیست، بنابراین نمیشه به یک شکل گفت با همه این زبان ها میشه به یک شکل رفتار کرد. با زبان مثلا تات یا با زبان تالشی و با زبان کردی و آذری نمیشه به یک شکل رفتار کرد، به خاطر اینکه متکلمانشون یکی نیستن، تمرکزشون یکی نیست. بگذاریم، ولی من فکر میکنم حداقل باید تدریس این زبان ها باشه، اگر بتونیم دورتر بریم چه بهتر. بعد دلیل دومی مطرح کردن، دلیل حقوقی تبعیض. طبق آماری که وجود داره، آمار دقیقی متاسفانه وجود نداره، ولی بین 40-50% ساکنان شهروندان ایران در خانواده متولد میشن و بزرگ میشن که زبان مادریشون فارسی نیست. این مسئله 1%-2% نیست. چند زبانی در کشور ما در واقع حالت عادیه، حالت استثنایی نیست. بنابراین حقوق یکسان دادن به نصف جمعیت ایران به نظر من جزو مهمترین ارزش‌هایی که ما میتونیم ازش دفاع کنیم. این حقوق یکسان به نصف جمعیت ایران به قول خودتون دادن در زمینه آموزشی به چه شکل خواهد بود؟ آیا منظورتون اینه که میشه در مورد بعضی از این زبان‌ها آموزش رو اصلا به اون زبان‌ها انجام داد، یا منظورتون این است که مثلا تدریس بشن در یه حدی در مدارس؟ من فکر می‌کنم اینو باید گذاشت که در هر استان یا در بیش، من فکر می‌کنم برای این باید آزادی بیشتری قائل شد تا ببینیم تقاضای مردم که این زبان رو صحبت می‌کنن چیه. یعنی یک نسخه کلی نمی‌پیچید؟ نه، فکر می‌کنم نسخه کلی امکان نداره، هیچ جای جهان نمیشه نسخه کلی داد راجع به این مسئله. اگر اجازه بدین یک دلیل سوم من می‌خواستم دلیل زبانشناسانه مطرح کنم در این بحث که دلیل ارزشی نیست، چون دلیل هایی که تا حالا مطرح شدن بیشتر دلیل های ارزشی هست. من میخواستم دلیل علمی حتی واسه این آموزش
در زبان و به زبان‌های اقلیتی در ایران مطرح کنم. من از سال‌های 70-80 تمام تحقیقاتی که در روان زبان شناسی یا روان شناسی زبانی شده به این نتیجه دارن میرسن اکثرشون که دو زبانه بودن متعادل یکی از بزرگترین شانس‌هایی که بزرگترین امکاناتیه که کودک میتونه داشته باشه، دو زبانی متعادل، نه چیزی که بهش میگیم دایگلوسیا، این چیزی که کودکی که میتونه دو زبان رو در حد متعادل و یکسان صحبت کنه. تحقیقاتی که در این زمینه شدن و واقعا تعدادشون خیلی زیاده در تمام کشورهای جهان، خصوصا در کشورهای غربی، به این نتیجه رسیدن که شروع کردن تدریس زبان مادری یکی از عواملی بوده که ترک تحصیل، شکست تحصیلی و تمام مشکلاتی رو که یک کودکی که میرسه به مدرسه و زبان مادریش رو دیگه نمیتونه اونجا صحبت کنه و زبانی که بهش تدریس میشه زبان مادریش نیست، یکی از مهمترین راه‌ها و راه حل‌های جلوگیری از این مشکلات تدریس به زبان مادری، یعنی کلمه‌ای که ازش استفاده میشه امکانه شاید متعادل شاید سواد باشه ولی لیتراسی. تمام تحقیقاتی که راجع به لیتراسی شدن یعنی سواد آموزی به این نتیجه رسیدن که تکیه بر زبان مادری یکی از بهترین راه‌هاییه که زبان دوم رو باشه. البته تحقیقات جامعه شناختی دیگه ای هم در مورد میزان پیشرفت اونهایی که به زبان ملی و رسمی آموزش نمیبینن شده که در طول برنامه به اونها هم اشاره خواهیم کرد، ولی اجازه بدید از آقای غازی بپرسیم نظرشون چه است. شما در تلویزیونی که به زبان کردی است کار میکنید، برنامه اجرا میکنید و در زمینه آموزش زبانهای محلی کار کردید و پژوهش کردید، کدام یک از این دو نظر بیشتر به نظر شما باید در ایران جا بیفته؟ بله، عرضم بزرگ شما، قبلا بخواستم عرض کنم که من ممکنه از مفاهیم استفاده بکنم که معمولا شما مثلا به کار نمیبرید. شما الان گفتید زبان محلی، که من مثلا در مورد کردی یا در مورد ترکی و آذربایجانی هم چه اصطلاحی نمیتونم به کار ببرم. در زمینه این بحث به این دلیل که در کشورهای دیگه هم استفاده میشه، بله، و فراملی هست. بله، منظورم بله. اصلا زبان خودش یه پدیده فراملیه. بله. مثلا ما الان در کشور انگلیس هستیم، به زبانی صحبت میکنیم که زبان گویشوران این کشور نیست. بله. به هر حال برگردیم سر اصل موضوعی که شما مطرح بله. کردین در اول برنامه. همونطور که استادم گفتن، در واقع این مسئله تحقیقی که شده یه تحقیق جهان شموله در مورد ضرورت یادگیری زبان اول یا زبان مادری، ولی وقتی آدم صحبت از این مسئله میکنه هیچگاه منظور از این نیست که این زبان در واقع به حالت تکی مورد نظر قرار بگیره. مثلا الان در چارچوب ایران که ما میخواییم بحث بکنیم، رابطه این زبان هست با رابطه زبان فارسی که به عنوان زبان به اصطلاح سراسری یا زبان رسمی به کار برده میشه. بنابراین من فکر میکنم که به هر حال این حق آموزش به زبان مادری، همونطور که حتی در قانون اساسی فعلی ایران هم در یک چند ماده این مسئله پیش بینی شده، در واقع به مسئله است که مسئله بدیهی است. یعنی تحقیقات جهانی هم نشون میده که این در واقع بیشتر کمک میکنه به سواد آموزی، به پیشرفت هوش کودکان و همه چیز دیگه. به قانون اساسی، البته ما نمیخوایم وارد مباحث مربوط به قانون اساسی ایران بشیم، ولی در اصل 15 نمیگه آموزش در مدارس به زبان مادری غیر فارسی انجام میشه، میگه تدریس ادبیات این زبان ها. خیلی فرق داره. بله کاملا حرف شما درسته. و بنابراین این مسئله هم مسئله، یعنی این طرح این مسئله در چارچوب این ماده که هنوز هم اجرایی نشده بعد از سالهای سال که از به اصطلاح تاریخ تثبیت این رژیم میگذره، این مسئله خیلی اصلا متفاوته. بله، چیزی که شما میخواید کاملا متفاوت هست. خب، حل نمیکنه اون چیزی که ما میگیم. شما میخواهید گفتید آموزش به دو زبان، آموزش به دو زبان و آموزش در به اصطلاح سالهای اولیه کودکی در واقع باید آموزش به اون زبان مادری شروع بشه، یعنی شروع آموزش عمومی به زبان مادری باشه. چون شما بچه یا کودک به یه سن معینی میرسه، در واقع در اون همین تحقیقاتی که ایشون هم اشاره کردن نشون میده که در اون شرایطی که قرار میگیره براش مشکل خواهد بود که در واقع این دوتا رو به طور بله این دوتا رو به طور چی میگن هماهنگ پیش ببره. آقای امینی، این البته درست نیست، برای اینکه کودکان، من به عنوان پدر این رو میگم، کودکان در بین سن 5 سالگی تا
دوازده سیزده سالگی به آسانی میتونن چهار پنج زبان یاد بگیرن و هیچ دشواری برای اینکه زبان بیاموزن نخواهند داشت. بنابراین اینکه از کودکی زبان فارسی و زبان مادری آموزش داده بشه و زبان فارسی به ویژه برای اینکه زبان مشترک، زبان گفتمان میان گفتگوی همه مردم با یکدیگر است، یعنی پیوند اقتصادی، پیوند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد میکنه و زبان توسعه مشترک است، بسیار ضروری است. شما نگاه کنید الان در کشور ایالات متحده آمریکا دیگه به اینها مهاجر نمیتونید بگید، به اسپانیش زبان ها اینها باشندگان این سرزمینن، تلویزیون دارن، رسانه دارن، کار میکنن، ولی برای اینکه به جای بلندی در جامعه آمریکا برسند باید زبان انگلیسی رو به سطح دانشگاهی و سطح عمومی یاد بگیرن، وگرنه مسئله اینجاست که در واقع ذهنیت مهمه. به نظر من شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردید به این مسئله که این مسئله از نظر به اصطلاح عملی ممکن نیست و غیره، در واقع این برمیگرده به اون ذهنیت به اصطلاح دولت ملت که از وضع زبانها در ایران هست. نه نه، چون این اصلا ذهنیت این مدل این مدلی که در ایران هم هست مدلیه که از فرانسه آورده شده. این ذهنیت نیست. ببینید بحث واقعی است. بحث واقعی در این هست که چه بخوایم چه نخواهیم زبان فارسی به طور داوطلبانه و بدون زور به زبان مشترک مردم ایران تبدیل شده، یعنی در گسترش زبان فارسی دوره‌های نه 100 درصد چنینه. زبان فارسی در درازای تاریخ از زمان غزنویان، یعنی هیچ اجباری در این که این از سال 1925 چیز تغییر نکرده. چرا؟ اصلا شما دوره‌های استثنایی رو بذارید کنار، یه زمانهایی هم بوده که 900 سال در ایران دولت‌های ترکمان تبار بودن، 900 سال از زمان غزنویان تا پایان قاجار. زبان ادبی ایران زبان فارسی بوده، زبان دیوانی ایران زبان فارسی بوده و این زبان فارسی که زبان اقلیت مردم ایران هست، یعنی حتی 50 درصد هم نه، یعنی بیش از دوره‌های گذشته بیشتر مردم ایران، حتی بزرگترین سرایندگان ایران از حافظ و سعدی بگیرید، زبان مادریشون فارسی که ما امروز صحبت می‌کنیم نبوده. زبان اونها ویژه‌ای بوده، لارستانی بوده، زبان‌های متفاوتی است از زبان فارسی که زبان ادبی و زبان شعر حافظ و سعدی است. یک دوره کوتاهی در دوران گذار از تجدد رایزنانه مشروطه به تجدد آمرانه دوره پهلوی یک نوع اجبار به وجود آمد، چون تصور میکردن رخت رو باید همسان بکنند، حجاب نباید باشه، باید به طور اجباری انجام بدن، زبان رو باید همه جا اجباری کنند، کودکان در زنگ تفریح حتی نمیتوانستن به زبان مادری صحبت بکنند. این شکست خورده، این پروژه، این پروژه پروژه نافرجامی بوده و شکست خورده و به طور طبیعی ایرانی ها زبان فارسی از مهاباد گرفته تا سنندج و تبریز و بندر عباس میاموزن تا بتوانند در اقتصاد و سیاست کلان ایران درگیر باشن. زبانی که زبان اونا نیست، زبانی است که برای زبان مشترک، ولی تردیدی در این نیست که باید زبانهای بومی، زبانهای مادری آموزش داده بشه تا سطح بسیار بالا، یعنی شما می توانید رشته‌های تخصصی در این زبانها ایجاد کنید. ولی تصور این که در یک کشوری مانند ایران با این تنوع زبانی شما می توانید رشته‌های دانشگاهی و رشته‌های گوناگون کاری به زبان‌های مادری داشته باشید، یعنی یک دادگاهی در مثلا در ایران وکیل به زبان کردی صحبت کنه، قاضی به زبان آذری و متهم به زبان مثلا بلوچی، خب این واقعیت جامعه بشری نیست. البته آقای امینی، این واقعیت جامعه بشری رو که به هر حال افرادی که تعیین میکنن اون ذهنیت تعیین میکنه، درسته؟ درسته. مثلا من چجوری بتونم که بین ذهنیتی که در زمان رضا شاه پهلوی مثلا در ایران غالب بوده با ذهنیتش که شما الان بحث میکنید فرق بذارم؟ این کافی نیست که شما ببینیم خانم سامبلیان نظرشون چیه در این زمینه. من خواستم میگم درسته که ذهنیت یک جامعه و خواستهای یک جامعه یکسان نمیمونن. آقای امینی به تاریخ اشاره کردن، درسته که در فعلا در جهان یکی از مسائلی که فقط در ایران هم نیست، حتی آقای غازی به فرانسه اشاره کردن، حتی در کشوری مثل فرانسه که از انقلاب فرانسه به بعد زبان فرانسه تحمیل شده به تمام اشخاصی که در فرانسه زندگی میکردن، از 20 یا 30 سال پیش به یک شکلی برگشتی هست به زبان‌های محلی. خیلی حسرت می‌خورن که آلزاسی از دست رفت. دقیقاً. و الان داره در دانشگاه مثلا
رشته هایی مثل اکسیتان با بسک و زبان هایی که به هر حال بیشتر موندن از آلسازی ایجاد میشه. بنابراین ذهنیت تغییر پیدا میکنه، خواست های یک جامعه تغییر پیدا میکنه. و در مورد تدریس میخواستم اگر اجازه بدین مسئله رو برگردونم به مسئله تدریس این زبان ها و تدریس به این زبان ها. ببینیم درسته که از نظر شاید فعلا امکان این نباشه که ما مثلا از کلاس اول تا کلاس دوازدهم تمام مواد درسی رو به کردی یا به آذری تدریس کنیم. تدوین کتاب های درسی طول میکشه. منظورتون از آذری ضمناً زبان ترکیه دیگه؟ آذری ترکی آذری از ترک زبان ها نسبت درست. به این اصطلاح حساس هستن. من به عنوان زبانشناس حساس نیستم موقعی که میگیم آذری منظورمون ترکیه آذریه، موقعی که میگیم کرمانجی منظورمون کردیه کرمانجیه. عذر میخوام، به هر حال من هیچ گونه دید ردبندانه ای نسبت به زبان ها ندارم و آذری بدون هیچ شکی زبان ترکیه، یکی از گویش های ترکیه. اینه که در مرحله فعلی شاید مسلمه که امکان این نیست که ما کتاب های درسی داشته باشیم و بتونیم مثلا شیمی رو تا کلاس دوازدهم به ترکی آذری تدریس کنیم. ولی یک مسئله دیگر رو باید مد نظر داشته باشیم. ما میدونیم که زبان ها نوشتار و تدریس مواد مختلف به یه زبان اون زبان رو غنی میکنه. این زبانی که فقط با تبدیل میشه به زبان گویش خانوادگی و محاوره خانوادگی، زبانیه که کم کم قناعت واژه‌ای خودش رو از دست میده، ساختارهای نحوی خودش رو کم کم ساده تر میکنه، به خاطر اینکه نوشتاره که اجازه میده که ساختارهای نحوی پیچیده بشن. چرا؟ چون موقعی که ما حرف میزنیم در محاوره ساده ترین ساختارها رو بفهمه، برای اینکه حافظه نمیتونه یه جمله خیلی تورانی رو بفهمه. جمله پروست یک صفحه‌ای رو شما نمیتونین اینجوری بگین و بفهمین، ولی نوشتار به ما اجازه میده که برگردیم، حافظه میتونه برگرده جمله رو از اول شروع کنه. بنابراین ساختارهای پیچیده فقط نوشتاره که ممکنشون میکنه. پس معتقد هستید نوشتار باعث میشه زبانهایی که ما فکر میکنیم توانا نیستن تواناتر بشن؟ مسلمه. در کردستان عراق مثلا الان آموزش به چه زبانی است و تا چه حد واقعا کردی که اونجا استفاده میشه توانا شده؟ خب میدونید کردی در کردستان عراق از زمانی که در واقع تحت قیم عمومیت بریتانیا بوده به نوعی، یعنی یکی از شروطی که ایجاد دولت تازه عراق با موافقت بریتانیا اینا وجود اومده، یه مقداری زبان کردی آزادی داشته و بعدا در انقلاب 58 این مسئله دوباره یک مقدار بیشتری پیش رفته. 1958 میلادی بله. فرنگستان کردی ایجاد شده. به هر حال این مسئله تا مرحله‌ای که الان هستیم بله، در دانشگاه ها زبان به اصطلاح تدریس، زبان می زبانی که ازش استفاده میشه زبان کردی هست. البته در کنار این هم از زبان انگلیسی هم میشه استفاده کرد. آیا به این دلیل که خیلی از مواد رو نمیشه به زبان کردی تدریس کرد؟ احتمالاً ممکنه که از دلایلش این باشه، ولی من باز عرض میکنم مشخصا گفتم خدمت ایشون آقای امینی هستش که در واقع نظر من شما ذهنیت، اگر یعنی ایشون مثلا بحث بسیار جالبی داره در مورد اینکه در ایران برخلاف مثلا کشورهای اروپایی و اینا ما دوران روشنگری به این معنی نداشتیم. به خاطر این هست که بعضی از مسائل در واقع حالت آتشمز در اومده. بله، خب حالا به نظر من این مسئله بستگی داره به این به اصطلاح روحیه که با یک دید جدید به مسائل نگاه کرد. مثلا در مورد زبانهای مادری، زبانهای غیر رسمی، زبانهای غیر فارسی، باید هم روشنفکران به درجه اول و هم مقامات به اصطلاح که کار دستشون و فلان اینا خودشون از این ذهنیت امنیتی در بیارن. یعنی هیچ امکانی این که مثلا فرض کنید در کردستان به زبان کردی یا در آذربایجان یا در جای دیگه به زبان ترکی تدریس بشه و اینا، این به اصطلاح تیکه تیکه شدن مملکت و فلان اصلا نخواهد انجامید، بلکه زمینه همگرایی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. به نظر من ببینید اول یه چیز رو باید پذیرفت، آنچه که در دنیای روی داده و گاه زور هم درش نقش داشته تصادف نبود. یعنی زور مثلا اجباری کردن زبان فرانسه یا به زور واحدهای مستقل آلمان رو در دوران بیسمارک به هم چسبوندن، اینا بخشی از فرایند مدرنیته بوده. ممکنه برای ما امروز دوست داشتنی نباشه بگیم که ای کاش مردم داوطلبانه کنار هم جمع شن، ولی فرایند واقعی تاریخ در این هست که در پیدایش دولت ملت‌های مدرن
در برخی زمینه ها زبان ملیش زبان میشه، برخی حتی اجباره، جنبه های دیگه به وجود میاد. میشه امروز نشست و افسوس خورد که چرا چنین شده. امروز در آفریقا 1830 زبان وجود داره، ولی شمار کشورها 1830 تا که نیست هیچ، بلکه حتی برخی از این کشورها به طور مصنوعی از هم جدا شده و گرفتاری های بزرگ ایجاد کرده. ما در ایران با یه واقعیتی دیگری روبرو هستیم که کمتر به اون توجه میشه. این هست که از زمان گسترش شهرنشینی و به ویژه در 50 سال گذشته ما با آمیزش های خانوادگی گسترده‌ای در ایران روبرو هستیم که بیشتر خانواده ها رو چند تیر و تباری میکنه و چند زبانی میکنه. یعنی عجیب نیست در ایران که همسری از رشت باشه، مرد از رشت باشه، زن از اصفهان باشه یا از سنندج باشه و حتی مهاجرت میکنن به خارج، فرانسه با هم صحبت میکنن با بچه هاشون به طور اجبار، ولی با هم به زبان فارسی و در این حال با پدر و مادرشون یکی به زبان گیلانی صحبت میکنه و اون یکی به زبان ترکی. بله، من مقاله میونه کلامتون یه نمونه جالب بگم. مقاله میخوندم چند روز پیش برای همین برنامه از نویسنده‌ای که دوران کودکی خودش رو به خاطر میآورد و میگفت که وقتی که فامیل های مادرم می اومدن به خونه ما زبان ما گیلکی می شد، وقتی فامیل های پدرم می اومدن زبان ما ترکی می شد، و به ناگهان رفتم مدرسه یک مرتبه زبان من فارسی شد. اینجا بحث عبارت آموزشی طرح میشه. کودکی که با زبان فارسی اون میزان آشنایی رو نداره در کنار کودکی قرار بگیره که آشناییش با زبان فارسی بسیار پیشرفته است، مایه زیر پا گذاشتن عدالت آموزشی نخواهد. این نکته ای است که به درستی خانم اشاره کردن. یعنی اگر ما امروز بحث چند زبانی بودن مردم ایران رو، چند تبار و تیره بودن مردم ایران رو نقطه قوت ایران بدانیم، نه عامل تضعیف ایران. یعنی در گذشته اینگونه میاندیشیدن بعضی ها که میخواستن دولت مدرن به زور بسازن که این چند تبار بودن و چند تیره بودن و چند زبانی بودن و چند فرهنگی بودن ایران، این ضعف ایرانه، همه اینها رو باید یکاسه کرد. امروز این رو میبینیم. شما این رو معتقد نیست؟ نه خیر، من معتقد هستم که این تنوع در ایران، این پلورالیسم فرهنگی در ایران یکی از نقطه های قوت جامعه ماست که اتفاقا میتونه تاثیر بگذاره، یعنی ایران رو، ایران دموکراتیک رو. ولی اون سیاست آموزشی که شما توصیه میکنید به یک دست شدن؟ نه، من اصلا راجع به یک دست شدن صحبت نمیکنم. من معتقد هستم که کودکان باید برای اینکه در اقتصاد و سیاست کلان ایران بتوانند همسنگ و برابر شرکت کنند، از کودکی باید زبان فارسی رو به بهترین شکل یاد بگیرند. زبان مادری هم خواندن و نوشتن و ادبیاتش بسیار مهمه برای حفظ اون زبان. انسان‌ها رو تواناتر میکنه وقتی از کودکی به چند زبان، حتی بله، بیش از دو زبان آشنا هستن. تحقیقات جامعه شناختی هم انجام شده در آمریکا در تایید نظر آقای امینی. شما خانم سامولیان اشاره کردید به تحقیقاتی که در زمینه روانشناسی زبان انجام شده، ولی تحقیقاتی که در زمینه جامعه شناسی زبان انجام شده در آمریکا نشون میده که اونهایی که زبان مادریشون در خانواده اسپانیولی بود و طبق قانونی وقتی رفتن مدرسه آموزش عمومیشون به اسپانیولی انجام شد، بعدها نتونستن اون میزانی که انگلیسی زبانها در جامعه موفق بودن موفق باشن. یعنی ممکنه در ابتدا برای کودک سخت باشه، حتی شکنجه آور باشه، آموزش به زبانی غیر از زبان مادری خودش، زبان رسمی مثلا فارسی، اما آموزش به زبان فارسی بعداً کمک خواهد کرد. چرا که خواه‌ناخواه در این جامعه فارسیه که درها رو برای شما میگشاید. و این نمونه در آمریکا، نمونه زبان اسپانیولی و اونهایی که به این زبان تحصیل کرده بودن چندان موفق نبودن نشون میده این رو. من نگفتم که نباید فارسی رو تدریس کرد. من فکر می‌کنم دقیقاً هر دو رو. این ذهن بچه، ذهن کودکان، ذهنیه که انعطاف پذیره، همونطور که آقای امینی گفتن، و دو زبانی حتی چند زبانی متعادل وجود داره. این شرایط موقعی شرایط رنجاوری میشن و به شکست منجر میشن که تعادل توشون نیست. مسلمه که میشه فارسی رو به همون شکل تدریس کرد به کودکانی که زبان مادریشون فارسی نیست که به اونایی که زبان مادریشون فارسیه. چیزی که من گفتم این نبود، این بود که باید برای زبان، یعنی تدریس زبان فارسی آسان‌تر میشه حتی اگر ما بتونیم تکیه کنیم روی زبان مادری کودکان، یعنی تدریس
در آن واحد در زبان مادری و در زبانه و یک چیز دیگری هم فراموش نکنیم حتی هموطنان ما که در خانواده هایی متولد میشن که زبانشون ترکی، کردی، بلوچی، هر چیزی باشه به هر حال از سن خیلی کودکی میشنون فارسی و رسانه های گروهی طوری هم یعنی همسایه‌شون یعنی امکان نداره در ایران فعلی بچه‌ای به 5 سالگی برسه مگر واقعا موارد خیلی استثنایی و تر 5 سالگی هیچ وقت نشنیده باشه فارسی رو. من چیزی که روش تاکید میکردم چند زبانی، دو زبانی یا حتی چند زبانی متعادل بود که میتونه اگر به شکل درست اجرا بشه به کودکان کمک خیلی زیادی بکنه. تمام تحقیقات روان زبانی نشون میدن که بچه‌های چند زبانه انعطاف ذهنیشون نه فقط برای زبان بیشتره بلکه حتی بچه‌هایی که هنوز مدرسه نرفتن بچه‌های چند زبانه کارهایی رو که به هوش مربوطه مثل شناخت فرم‌ها، شناخت اشکال، دست بندی کردن اشکال سریع‌تر انجام میدن تا بچه‌های یک زبانه. بله. حالا اون سوال رو از آقای بله فقط بگم برای اینکه این آنچه که میان ما امروز داره گفتگو میشه بتواند از حوزه درگیری سیاسی به حوزه عقلانی، به حوزه خرد و به حوزه عملی بیانجامه باید دو گروه دو تجدید نظر در کارشون بکنند. نخست اونهایی که نگران هستند از اینکه آموزش زبان مادری میتواند به جدا شدن بخشهای از ایران بیانجامه این رو بذارن کنار، نمیانجام. آموزش زبان مادری بسیار لازمه و در کنارش یعنی در کنار زبان فارسی باید به طور سیستماتیک آموخته بشه. دوم گروه هایی که امروز به ویژه به دنبال دریافت هویت تاریخی، قومی، ملی، تباری یا اتنیک خودشون هستن باید بپذیرن که زبان فارسی برای اینکه ما بتوانیم یک کشور واحد توانا داشته باشیم زبان مشترک سرزمین ایران هست و واحدهای جغرافیایی استانی نمیتونه زبان رسمی خودش رو داشته باشه. این بحثی که مطرح میشه. این خطاب شما به آقای قاضی چنین آقای قاضی من در بخش اول صحبتشون خیلی خوشحال هستم که نظرشون رو شنیدم. در مورد زبان کردی و زبان ترکی آذربایجانی توضیح زیاد واقعا لازم نیست چون مثلا در زبان ترکی آذربایجانی زبان رسمی دولتیه در آذربایجان، زبان کردی یکی از زبان‌های دولتی در عراق و در قانون اساسی عراق در سال 2005 در واقع زبان کردی حتی در مناطق عرب نشین عراق هم می‌بایستی به عنوان یکی از زبان‌های رسمی به اصطلاح عمل حداقل روی کاغذ الان در عمل در عراق این مسئله پیاده میشه نمیشه مسئله دیگه است. ولی شما الان دقت بکنید مثلا در همه جاهایی که به زبان کردی صحبت میشه در مرزهای به اصطلاح دولتی ایران الان زبان کردی داره حالت انکشاف خیلی سریع به خودش پیدا کرده. فقط در کردستان عراق نیست، در کردستان سوریه به عنوان مثال الان در رژآوا بهش میگن در زبان کردی و حتی در زبان ترکی هم رسانه های ترکی کلمه کردی رژآوا رو به کار میبرن برای نامگذاری غرب کردستان که کردستان بلد. سوریه باشه در اونجا در از این سیاست پشت در از این دو سال گذشته الان کلاس های زبان کردی شروع شده، مردم یعنی کودکان کرد به زبان کردی درس میخونن. عرضم به حضور شما بعدن در تحولاتی که در آینده هم به وجود خواهد آمد به وجود بیاد به هر حال مسئله جای خودش رو گرفته. اجازه بدید اون سوالی که از خانم سامبلیان پرسیدم از شما بپرسم که تحقیقاتی شده نشون داده که اونهایی که به زبان مادری خودشون که غیر رسمی هست منظور آمریکاست، زبان اسپانیولی که زبان سراسری آمریکایی درست تحصیل کردن در آینده به اندازه اونها که به انگلیسی تحصیل کردن موفق نبودند. ببینید خیلی مهمه شما ترجیح میدی کسی که وارد مدرسه میشه آینده بهتری داشته باشه یا نه؟ درسته که میگید نگاه رو باید تغییر داد ولی بعضی ساختارها، بعضی رسوم، بعضی چیزها به سختی تغییر میکنه یا اصلا ممکن تغییر نکنه. در ایرانی که زبان فارسی هست که به شما کمک میکنه که شغلهای بالا رو بگیرید و این فقط اجبار دولتی نیست. ببینید آخه این مثلا در چنین کشوری به بچه فارسی رو به عنوان زبان دوم یاد دادن در آینده چه تأثیری داره؟ ببینید زبان این در واقع یک انسان یک به اصطلاح حالا ما چون بحثمون فقط روی زبان مادری است ولی به طور کلی یه انسان میتونه دارای دو تا زبان مادری باشه.
خیلی راحت میشه از بیشتر توضیح میدم چرا بیشتر بله حداقل مثلا فرض کنید در کشوری که ستم ملی هست ستم دولتی هست اون مردم نتونستن به اون زبان صحبت بکنن به زبان فارسی مثلا زبان فارسی یاد گرفتن به عنوان مثال در ایران خب این زبان فارسی برای اون کودکی که این زبان رو یاد گرفته و بعدن در به اصطلاح طی دوران جوانیش و بعدها در زمینهای فکری هم رفته روی این زبان کار کرده در ایران نمونهاش خیلی زیاده مثلا ما دو تا از بهترین مترجمین زبان بله. فارسی رو داریم که کرد بودن بله آقای قاضی با آقای یونسی بله. مثلا به عنوان مثال خب این برای اینها ولی این مسئله یک سوالی برای کردهای هویت طلب وجود میاره چون حالا مثلا محمد قاضی رو به عنوان یک مترجمی که به زبان فارسی خوب ترجمه کرده آقای یونسی همینطور یا آقای تعریف مثلا ردیف های آواز ایرانی رو بسیار جالب خونده و اهل سنندجه این ربط پیدا نمیکنه به هویت طلبی کردی گرفتاری در این است که بحث بسیار منطقی و دانشی رابطه زبان مادری و زبان رسمی تبدیل شده به بحث سیاسی هویت طلبانه یعنی تبدیل شده به بخشی از یک کارزار سیاسی که حتی تا اینجا پیش میرن که آدم‌های مانند احمد کسروی رو خائن به خلق آذربایجان میدونن چون رفته به زبان فارسی کار کرده ایشان یه نمونه خیلی خوبی هستن ما در ایران یک مورد که تبعیض حتی حقوقی نداشتیم اینکه ارمنیان ایران حق داشتن دبیرستان به زبان ارمنی داشته باشن دبستان جای خود بله. ولی بیشتر ارمنیان ایران فارسی رو برای اینکه بتوانن در صحنه کلان ایران در یاد بگیرن رفتن یاد گرفتن حتی بعضی مثل میرزا ملکم خان به سفارش پدرش یعقوب سنگتراش اصفهانی که گفته بود اگه مسلمان نشی توی مملکت به جای نبیسی حتی مسلمان هم شدن حالا اونو میذارم کنار ولی شما بالاخره با یه مملکت با یه کشور روبرو هستید با یک دولت ملی در ایران روبرو هستید که باید شهروندان ایران بپذیرند که در این پهنه کشوری به نام کشور ایران ما دارای یک زبان مشترک اداری زبان رسمی زبان پیشرفت و توسعه هستیم و طبیعی است که در این کشور زیبایی این جامعه در این هست که با گسترش و توانا کردن زبان‌های حالا شما میگید محلی، بومی، مادری اتفاقا ایران میتواند بر سرزمین‌های پیرامون خودش تأثیر اقتصادی، تأثیر سیاسی، تأثیر بله. فرهنگی بگذاره ولی این رو باید پذیرفت که این رو از هویت طلبی‌های سیاسی باید جدا کرد آقای امینی مگر میشه زبان رو از هویت جدا کرد؟ بله. زبان یک عنصر اساسی هویت اگر یک کسی بگه که هویت من بخشیش به دلیل زبان ترکی منه شما میتونید محکوم کنید من هویت رو تا سطحی که سیاسی میخواد بشه هویت اگر هویت فرهنگی اگر هویت تاریخی است کاملا درسته هویت اونجا که انکار میشه خواهناخوا سیاسی میشه نه انکار نشده شما نمیتونید بگید در ایران هویت مردم آذربایجان ترک زبانان ایران انکار شده در اقتصاد و سیاست ایران کلان ایران تا بلند پایه ترین جاها نه تنها بودند بلکه اصلا در شکل دادن به دولت مدرن ایران هیچ گروهی به اندازه مردم آذربایجان نقش نداشته شما در پیدایش ارتش مدرن ایران دو تا سرگرد شیرازی پیدا نمی کنید بله. همه یا ترکمنن یا آذربایجانی هستن یا کردتبار هستن بله. برای که اصفهانی و شیرازی ها اهل جنگ نبودن اون دورهایی که ایلها به هر حال جنگنده های ایران بودن من توضیح کوتاهی داشتم اینجا در واقع مسئله قدغه کردن زبان ها خودش یک عمل سیاسی چجوری میشه گفت که این عمل سیاسی نیست چون این زبان ها رو سیاست در واقع قدغن کرده یک سیاستی اون نحوه سیاست گذاری موجب قدغن شدن قدغن کردن مثلا زبان ترکی شد چرا نیست؟ نیست این واقعی واقعی نیست برای اینکه در خیلی از زمین ها اینا قدغن نبوده ما دست کم در 60 سال گذشته میدانیم که رادیو در ایران به زبان کردی و آذربایجانی وجود داشته مگه فارسیش چه پخش میکنه؟ این یه چیزی شما صحبت میکنید مثل که بخش فارسیش داره دانش و دموکراسی تبلیغ میکنه بخش کردیش تبلیغات دولتی میکنه هر دوش دست دولته گرفتاری در دولت مداریه در این است که اجازه گسترش بخش خصوصی داده نشده اگر در تبریز مردم حق داشته باشن آزاد باشن یه مدرسه به زبان ترکی را بندازن و برن بچه‌ها پدر مادرها بچه‌شون اونجا ثبت نام بکنن و بگیره میگیره نگرفته در دوران جمهوری اسلامی در تبریز 4 مدرسه زبان ترکی درست شد. این نکته خوبیه آقای قاضی گفته میشه البته واقعا تحقیق مسلم و غیر قابل انکاری نیست اما گفته میشه که حتی اگر مدارسی به زبان مادری غیر فارسی
باز بشه، پدر و مادرها خودشون غالباً متمایل نیستن که بچه‌شون رو بذارن اونجا، برای اینکه معتقدن که باید فارسی رو این بچه‌ها یاد بگیرن که بخوان پیشرفت کنن. بله، میتونه همچی ایده هم بین بخشی از به اصطلاح پدر و مادرها وجود داشته باشه، ولی همونطوری که شما گفتید در واقع زبان رو نمیشه از هویت جدا کرد. این بحثی که من میکنم بر پایه خواسته های هویت طلبان است. بله. ببینید من مثلا هیچ اشکالی نمیدونم، کلی احترام میذارم مثلا برای احمد کسروی، ولی همونطور که خود آقای امینی هم در تحقیق خیلی جالبی که در مورد کسروی کردن یعنی مدعی نیستن که مثلا در همه زمین‌ها باید نظرات رو قبول کرد. ایشون مثلا در مورد زبان جعلی آذربایجانی یا آذری که صحبت کردن در مقاله اتفاقا به زبان انگلیسی در دست راست است، نمیدونم تا چند شون قبول دارن، این مسئله ایده قبلیشون رو رد کردن. بنابر این بحث من بر سر خواسته های هویت طلبیه، متوجه هستین؟ و در این زمینه در چارچوب همین رژیم موجود هم همونطوری که شما اشاره کردید ابتکارات شخصی و فردی و اینا به عنوان کلاس‌های خصوصی و فلان هم در آذربایجان بوده. بله. و هم در کردستان و هم حتی در بین کردهای خراسان. بله، اگه بحث هویت طلبیه. بله. اجازه بدید ببینیم خانم سامولیان چی میگن در این زمین، به خصوص که آقای امینی اشاره کردن به تجربه شما. میخوام ببینم تجربه شما در آموختن زبان فارسی در کنار ارمنی به چه شکل بوده و آیا اون شکلی که آقای امینی گفتن کاملا داوطلبانه بوده و به همین دلیلی که ما کمتر از تمایلات هویت طلبانه در میان ارمنیان ایران میشنویم؟ فکر کنم مسئله سیاسی ارمنی ایران با مسئله کردا و یکی نیست. مسئله زبان مسئله خیلی مهمیه در هویت ارمنی در ایران خصوصا، و آقای امین گفتن درسته، اکثر ارمنی ایران موقعی که امکانش بود بچه‌هاشون رو مدرسه ارمنی میفرستادن، یعنی از سال از موقعی که ما وارد مدرسه ابتدایی میشدیم تا دیپلم دبیرستان ما هفته چند ساعت درس ارمنی داشتیم. مجله عالی مختلف یعنی آموزش به زبان فارسی بود ولی هفته چند ساعت درس. بله، آموزش اصلی و مواد اصلی به زبان فارسی بود ولی ما هفته چند ساعت مثلا ادبیات ارمنی، تاریخ ارمنی، این جور مواد رو به زبان ارمنی داشتیم، زبان ارمنی، دستور زبان ارمنی. و این سیستم عمل کرد؟ یعنی شما راضی هستید از اون چه که تجربه کردید در دوران کودکیتون در ایران؟ من البته ببینید اون موقع اگر ازم میپرسیدن شاید میگفتم راضی نیستم چون کارمون بیشتر میشه، زمان درس بیشتری داریم. بله. ولی الان که نگاه میکنم مسلمه که راضی هستم و اگر ازم بپرسن من فکر میکنم ببینید میگم من واقعا سعی میکنم دید ارزشی رو این نداشته باشم، چون من فکر میکنم باید اشخاص رو آزاد گذاشت که اگر میخوان بچه‌هاشون چند زبونه باشن، اگر نمیخوان نباشن. من فکر میکنم شکوفا شدن افراد مهمترین وظیفه یک جامعه است، شکوفا شدن بچه‌های ما و موفقیتشون مهمترین وظیفه ماست. بله. اگر خانواده‌ای فکر میکنه بچه‌اش یک زبانه خوبه میتونه یک زبانه باشه، اگر فکر میکنه سه زبانه خوبه، مثلا اینکه جامعه بتونه این امکان رو بده. 4-5 سال اول زندگی جزو مهمترین دوران زندگی برای آموختن زبان. اگر زبانی که شما در خانواده‌تون شنیدین زبانیه که به یه شکلی کم داشته چیزایی از یه زبان غنی، این در تمام زندگیتون اثر میذاره توی موفقیتتون. بله. بنابراین چرا ما فکر کنم باید این به مرحله رسیدیم الان در ایران که فکر کنم میتونیم مسئله سیاسی رو جدا کنیم از این مسئله و بیشتر به بهبود و به شکوفایی فرزندانمون بیان بندیشیم تا به مسئله سیاسی. آقای امینی، اگر به اون مرحله رسیدیم میشه درخواست کرد که دو زبان ملی یا سه زبان ملی وجود داشته باشه؟ مثلا در افغانستان دو زبان ملی هست الان، پشتون و فارسی. در ایران چنین چیزی ممکنه؟ نه، واقعی نیست. برای اینکه در ایران ما اون وقت با این بحث‌های گسترده‌ای روبرو میشویم که اگر دو زبان هست، خب طبیعی ترین زبانی که بتواند زبان دوم باشه زبان کردی نیست، ترکی آذری. بله. چون خیلی گسترده است. بله. خب چرا کردها رو بهشون اشاف کنیم؟ خب بعد بلوچی هم باشه. آنچه که نباید انجام داد در این هست که بحثی رو آورد که گویا این زبان فارسی زبان یک گروه ستمگر و چیره و دولت حاکم در ایران هست و بنابراین باید هر کس زبان خودش رو داشته باشه، که این مقدمه جداسازی سیاسی ایران هست. دوم این که
تقسیم رو بر اساس واحدهای جغرافیایی انجام داد. این نادرسته. یعنی گفت در آذربایجان اینگونه باید باشه، در کردستان. الان بزرگترین شهر کردنشین و ترکنشین ایران تهران. یعنی از شمار کرد تباران تهران و کرج از سنندج و مهاباد توامان بیشتره. در نتیجه این رو باید به موضوع سراسری کشور تبدیل کرد. یعنی باید خانواده تصمیم بگیره که زبان مادری که میخواد به فرزندش در مدرسه یاد داده بشه چیست؟ زبان فارسی رو به عنوان زبان مشترک، زبان ملی، زبان آموزش اداری. به اون زبان باشه. آموزش باید به اون زبان باشه. بله. البته طبیعی است که میتوان در رشته‌های به ویژه رشته ادبیات، در رشته‌های رفت و مثلا تا سطح دکترا به زبان ارمنی یاد گرفت و کردی یاد گرفت. ولی تصور این که مثلا دانشکده حقوق به 14 زبان در سرتاسر ایران وجود داشته باشه واقع بینانه نیست. نظر آقای امینی رو میپذیرید که فقط باید یک زبان ملی در ایران باشه؟ من از الان نمیتونم نظر بدم اینو. من میتونم، من خودم 5 تا زبان بلدم مثلا. آقای امینی حتما همینطور، ایشون هم آقای امینی میگن که اگر یه جا فرانسه بکنم، ولی آقای امینی میگن، ولی آقای امینی میگن اگر شما بگید بیش از یک زبان ملی وجود داشته باشه، من معتقدم کمک میکنه روی اینکه شما چرا فقط ترکی و فارسی رو زبان ملی کنید، ترکی رو هم نه، و بعد بلوچی. با همه احترام برای ایشون، کاملا استدلال ایشون طابق نعل و بنعل استدلال یک پارلمانتار مثلا ترکیه دو روز پیش در زمینه به اصطلاح آزادی زبان‌های مادری در ترکیه گفت خب ما اگه کردی رو قبول بکنیم، خب در 18 تا زبان دیگه در ترکیه با اونا باید چیکار بکنیم؟ در ترکیه، در ترکیه نه تنها آموزش سخن گفتن به کردی غیر قانونی بوده، قانون اساسی ترکیه میگه ترک بودن بخشی از هویت ملی ماست. یعنی اصلا انکار میکنه ما در ایران نداشتیم این رو. ببینید شما یه چیزی رو که با واقعیت تاریخ ایران رو در نظر بگیرید، در پیدایش ایران بزرگ، ایران متحد، ناسیونالیسم ایرانی، نه ناسیونالیسم فارس، ما پدیده‌ای به نام برتروجویی فارس از نقطه نظر حقوقی نداشتیم. پس حقیقی... چه زبانی استفاده شده برای رد زبان‌های دیگر؟ ببینید این زبانی که یعنی یک کوششی صورت گرفت، اشاره کردم که این تجدد رای زنانه و ناسیونالیسم شیداگونه ایران تبدیل به تجدد عامرانه و ناسیونالیسم دولتی بشه. در این دوره کوششی شد برای اینکه زبان فارسی حتی تحمیل بشه. حتی در مجلس آقای دشتی میگفتش که در بین اعراب اشاعر عرب باید اینها رو وادار کنیم کت و شلوار بپوشن تا آدم بشن، حتی با این عبارت استفاده میشد. اینها شکست خورد تو ایران، شکست خورد به این دلیل که شدنی نیست. ولی شما بالاخره برای ایجاد یک کشور مشترک، حفظ کشور مشترک، یه رشته چیزهایی رو به عنوان کار مشترک لازم دارید. اگر زبان مشترک وجود نداشته باشه، زبان ملی وجود نداشته باشه، روی هم رفته این احساس هویت ملی بر هویت‌های زیر ملی چیره نباشه، کشور نخواهید داشت. و این یه تصمیم داوطلبانه است. ببینید بحث تبعیض در ایران و بحث کوشش برای دستیابی به هویت و حقوق من باش کاملا موافقم، ولی هیچ مفهومی در یک کشور نداره که شما از حقوق سیاسی قومی یا حقوق سیاسی تیر و تباری صحبت کنید. شما یک زمانی خلق به کار می‌بردید. بچه بودم. ببخشید. اون زمانی که شما لقب محمد لنین رو داشتید. حالا ببینید شما بخواید وارد بحثایی بشید که این بحث ساواک بوده البته که ما نمی‌کنیم. نه، خواهش می‌کنم وارد این بحثا نشید. در کنفدراسیون هم همینطور می‌گفتن. ساواک به ساواک رفت. بله، اجازه بدید خانم سامولی. آقای امینی اشاره کردن که اگر این روال رسیدن به یک زبان رسمی در جوامع مختلف روی گرفته، حتما چیزی بوده که تا حدی غیر اجتناب ناپذیر بوده، اجتناب ناپذیر بوده. و درسته اگر نگاه کنیم تاریخ مدرنیته رو، مسلما زبان یکی از عناصر وحدت ملیه و برای به وجود آمدن چیزهایی که بهشون میگیم ملت، نیشن، زبان مسئله مهمی بوده. ولی چیزی که از فکر میکنم الان رسیدیم به دوره‌ای که از کودکی مدرنیته گذشتیم، یعنی به زمینه‌ای رسیدیم که میشه بهش گفت بلوغ مدرنیته، حتی بعضیا خواهند گفت پست مدرنیته. و فکر میکنم الان به جایی رسیدیم که میتونیم مسائل حقوقی خیلی مهم شدن در حد بین المللی، و مسئله حقوق زبانی و تنوع زبانی یکی از این حقوق هاست. و به نظر ما میتونیم الان به مرحله رسیدیم حتی در ایران که میتونیم به این
مسئله با این دید نگاه کنیم، یعنی دید این نباشه که هر کسی که میخواد زبان مادرش رو یاد بگیره لزوما تجزیه طلب و فکر من میتونیم به اینجا برسیم. در بعضی کشورها به اینجا رسیدن، ممکنه حالا بهم بگن سوئیس مثال خوبی نیست چون انقدر درسته، ولی خب سوئیس کشوری که توش چند تا زبان وجود داره و من فکر می‌کنم تو ایران میتونیم همطور که گفتم نسخه نیست، باید واقعا دید خود اشخاصی که متکلمان این زبان خواستشون چیه، ولی اینکه در این جهت تلاش کنیم و این اجازه رو بهشون بدیم، فکر می‌کنم به مرحله‌ای رسیدیم که میتونیم این کارو بکنیم. نکته ای که در واقع من می‌خواستم بگم، یه مقداری میبخشید پرخاش بین ما به وجود آمد، چون شما برگشتید به دورانی که من مثلا 21 22 سالم بوده و حتما هم نظراتم عوض شده، ولی موضوعی که به نظر من در ایران باید در دو سوی این گفتمان مورد پذیرش قرار بگیره، یکی این هست که به درستی خانم اشاره کردن، آموزش زبان مادری، چیره شدن بر زبان مادری، گسترش زبان مادری، فرهنگ مادری، نه فقط زبان، انتشار روزنامه، رسانه، رادیو، تلویزیون به زبان مادری به هیچ وجه از سوی اونهایی که زبانشون، زبان مادریشون فارسی است، نباید به حساب سودای جدایی شدن گرفته بشه. اون سوی جریان هم باید روشن باشه که اونهایی که علاقمند به این هویت شناسی، نه خود دو تا موضوع، هویت شناسی هستن و نمیخوان این هویت شناسی رو به یک واحد سیاسی مستقل در چارچوب ایران تبدیل بکنن، باید این دل مشغولی و دغدغه رو از دیگران که با این سوداها روبرو بودن، یعنی ما فرقه دموکرات آذربایجان داشتیم، ما جمهوری آذربایجان در درون دولت پادشاهی در ایران داشتیم، ما این گرفتاری ها رو، جدا شدن موضوع خوزستان رو داشتیم، این رو باید نشان بدن و اعلام بکنن که پافشاری اونها به درستی برای حفظ زبان مادریشون، فرهنگ کهنی که داشتن، فرهنگ کردی فرهنگ بسیار کهنی است، به هیچ وجه به معنای زمینه‌ای برای سوداهای سیاسی واحد مستقل سیاسی درست کردن و غیر مسائل نیست. این البته تصمیم سیاسی است. البته با احترام به نظرات ایشون در مورد جمهوری آذربایجان، در واقع در آذربایجان جمهوری اعلام نشد و در آذربایجان به خود اصطلاحی که به کار برده میشد حکومت ملی، به ملی حکومت، و در ارگان رسمی حزب فرقه دموکرات آذربایجان که الان خوشبختانه آنلاین هست آدم نگاه بکنه، ذره ای از تجزیه طلبی و اینا در اونجا بحث نیست، ولی البته ربط مستقیمی به این بحث فعلی ما وزیر دفاع نداره. داشتن قربون، ولی داشت درست کردن، حکومت ملی داشتن، حکومت ملی داشتن و میگفتن ما این پرچم آزادی خواهی رو میبریم در تهران به اهتزاز در خواهیم آورد. بسیار خوب، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بس نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، محمد امینی، پولت سامولیان و حسن غازی. آدرس برنامه را روی صفحه میتونید ببینید. به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید. فیسبوک ما هم برقراره برای گفتن اونچه که به نظر شما در این بحث ناگفته موند. شب و روز بر همه شما خوش.